بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور روز یکشنبه 22 بهمن یک فرمانده ارشد گروه تندروی داعش را در عملیاتی در خیبر پختونخوا کشتند. اکسپرس تریبون گزارش داد که این فرمانده داعش در فعالیت‌های تروریستی مختلف از جمله کشتار هدفمند غیر نظامیان و اخاذی فعالیت داشته و تحت تعقیب سازمان‌های مجری قانون بوده است. بر اساس بیانیه ارتش پاکستان، در عملیات نیروهای امنیتی این کشور مقداری سلاح، مهمات و مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است. کمیته برگزار کننده 17 دوره جشنواره بین المللی فرهنگی بهار شهادت از برپایی فعالیت های این دوره از 25 تا 29 بهمن 1402 در شهر مقدس کربلا خبر داد. علی کاظم سلطان رئیس کمیته برگزار کننده این جشنواره گفت به توصیه نماینده مرجعیت عالی دینی، کادرها و کمیته‌های مسئول برگزاری این دوره جشنواره مقدمات را برای برپایی آن در زمان مقرر کامل کرده است. وی افزود این جشنواره با شعار امام حسین علیه السلام خروش آزادگان و راز پیروزی برگزار می شود و 100 شخصیت از 30 کشور در آن شرکت می کند. این جشنواره شامل نشست‌های پژوهشی درباره امام حسین علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها و ابوالفضل عباس علیه السلام، یاران امام حسین علیه السلام و شهر مقدس کربلا است. و خبری درباره صنعت حلال در کشور کره جنوبی. مقامات کره جنوبی صنعت حلال را فرصتی رو به رشد و غیر قابل چشم پوشی می دانند و برنامه‌های گسترده‌ای را برای حضور در این بازار پر رونق تدوین کردند. کره جنوبی پس از سرمایه گذاری سنگین در دنیای فیلم و تلویزیون اکنون به ظرفیت صنعت جهانی حلال پی برده که سبک زندگی حدود 1.8 میلیارد مسلمان در سراسر جهان را تعیین می کند. به گفته شرکت تحقیقاتی دینار استاندارد، مسلمانان جهان تنها برای غذای حلال در سال 2021 1.27 تریلیون دلار هزینه کردند و پیش بینی می شود تا سال 2025 این رقم به 1.67 تریلیون دلار برسد.